اینه که اینها موجب میشه که آقای میبودی بدونید شما این تلویزیون در جایگاه ویژه و خاصی قرار گرفته. نکته اول اینه که نبایستی تسلیم جوی بشیم که حکومت ها میسازن. یعنی این تلویزیون نباید تسلیم یه جوی بشه، یه کاری بخواد بکنه که نشده که واقعا فکر کنی که ما رو قطع میکنن، این کار میکنن. راه وقتی بره میدونید که راه باز میشه، چون که در داخل کشور این مسئله پیش اومد. وقتی که شما ببینید همواره مردم از پایین شروع کردن یه چیزی رو بخوان، بالا تسلیم میشه، مجبور میشه که آرام آرام اونو بپذیره. چون شما در نظر بگیرید در ایران میدونید موسیقی اصلا ممنوع بود در ابتدای انقلاب، بعدن به حدی رسید که اینها مجبور شدن کپی بسازن، کپی هنرمندای همین لس آنجلس رو بگیرن بسازن. یا مثلا شما ببینید بعد از 20 سال که خانم گوگوش رو آوردن دوباره روی صحنه، خانم گوگوش که موقعی بود که همه از ایشون تقلید میکردن، حالا ایشون از هنرمندای لس آنجلس تقلید میکنه. مثلا موزیسین خانم لیلا فروهر رو میبره قرارداد باشون بنه، ایشون من دیدم پریشب سرش رو مثل ایشون آرایش کرده وقتی میره روی صحنه صحبتای. یعنی ببینید شما کارهای شما؟ نه واقعا خیلی پس... خانم های منم به کنجکاو میشین موهاشون گوگوچی این میدونین که آره نه الان استیل آرایششون شده استیل آرایش خانم لیلا فروهر. بله اصلا آرایشگری ایشون رو ایشون برده. یا مثلا موسیسین ها رو، یعنی این نشون میده آقای میبودی که طی این 20 سال ماها راست میگفتیم، شما راست میگفتین، متوجه میشین؟ چرا؟ چون حتی یک نظام پس از سالها به این نتیجه میرسه که بیاد برای این که مردم رو به اصطلاح آرام و شاد بکنه برگرده اون دستاوردهایی که مال قبل از انقلاب بوده. ملاحظه فرمایید در شما میدونید که موزیک رو به اصطلاح همه ممنوع میدونستان دیگه، اصلا آهنگ نمیگفتن، میگفتن سرود. ولی اینها اومدن داریوش جلی در ایران ساختن، کارهای دیگه کردن و حالا هم رقابت. شما ببینید وقتی که تلویزیون های رسانه های لس آنجلس بود، جمهوری اسلامی برنامه داشت که دو تا کانال بسازه، یکی جام جم یکی جام جم. الان مسابقه در ابتذال شده، خیلی جالبه، مسابقه در ابتذال. اینم یه پدیده است دیگه، ولی دیدم مربوط به دوران ماست. برگ‌های چنار در از ایران شعر میاد، برگ‌های چنار. خب داریم گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر حسن عباسی، صحبت میکردم با یک مسافری که از پاریس آمده بود، شهلا خانم، و پرسیدم که یک آدمی که بتونه اطلاعات کافی درباره این تلویزیون در فرانسه به ما بده کیست؟ گفت دکتر عباسی، گفت از همه بهتر میتونه. میدونی که از روز اول تبلیغ شما رو کردیم وای مهودی، از روز اول ما فرکانس های شما رو در روزنامه مون منتشر کردیم. شما که اولین نفری بودی که گرفتید، اولین کسی بودیم که گرفتیم که به شما خبر دادم. و میگفتن در این مرکزی که ما داریم در شانزلیزه الان تلویزیون گوشتی، مردم اینجا جمع شدن دارن نگاه میکنن، هی ریسیور سفارش میدن. واسه اولین کسی که ما خبر داد شما یه سالونی حسن گذاشتیم الان از نگاه میکشمدین در طبقه بالای همون دفتر شانزلیزه که اکران بزرگ پخش میکنیم میکردن. بله باشه، فیلمش میفرستدی واسه ما دیگه، برنامه ببینی، برنامه خودتون در اونجا، برنامه خودم. نه که مردم ببینیم واکنش مردم چیه. نه مردم واقعا علاقمند شدن، دوست داشتن، چون میدونین یک جای خالی بود که احساس میشد پر کرد. به ویژه اینکه برنامه های فرهنگی که آقای میبودی شما اجرا کردین، دوستان دیگه که شوهایی حالا چیز کردن، به ویژه خبر آقای نورالدین ثابت ایمانی و گزارش هایی که دوست عزیزمون لطفی از پاریس میفرسته، اینها موجب شد که واقعا یه جذابیتی بیافرینه. خدا شاهد آقای میبودی، افرادی که از ایران الان بر میان پاریس میومدن یه کمبودی رو احساس میکردن. برای همینه که بایستی تلاش کرد که من توصیه میکنم که این بار تا هنگامی که مطمئن نشدیم روی چه فرکانسی و به مدت یک سال دو سال پخش میخواییم بشیم، مردم رو فوری به یک راهی نکشونیم که فردا یه هزینه رو متحمل بشن بعد نتونن این کارو بکنن، موجب دلسردیشون بشه و مشکلات. چون میدونین ما ملتی داریم مهربان و عاشق. درست. مردم ما خیلی زود عاشق میشن و خیلی هم زود دلگیر میشن. درست. بر همین اساس امیدوارم که به زودی بشه این راه. ما که تجربه در این زمینه نداشتیم که فشار هم در سطح جهان روی ما خیلی زیاد بود، این تلویزیون واقعا. ولی یک توصیه رو باید آویزه گوش کرد، اون اینه که ما باید کار درست انجام میدیم و راه خودمون رو ادامه بدیم. کار درست بالاخره جای خودش رو باز میکنه و حقانیتش رو اثبات میکنه. اونا هم که تلاش میکنن دست رو دراز بکنن و جلو تابش آفتاب رو بگیرن، بالاخره دستاشون خسته میشه بدون شک و اثری نداره. نه و تکنولوژی پیشرفته و همینطور پیشرفت تکنولوژی
مسلم بدونید که اسباب و ابزار جدیدی در اختیار ما قرار میده که اون وقتی که قادریم در خونه هر ایرانی در هر نقطه جهان باشه، هیچ کس هم نمیتونه جلوش رو بگیره. یعنی که بهترین راه پیروی از خرده و دشمن ننگاشتن این مردمه. ما حق نداریم شبیه یک خارجی فاتح با این مردم رفتار بکنیم. این ما رو به جایی نمیرسونه، جز اینکه همه این گلایه ها، این رنج ها، این درد ها انباشته میشه و روزی یک انفجار هولناک ایجاد میکنه و اون وقت در خشک با هم میسوزن. بدون شک. بله، من سپاسگزارم. بازم با دکتر عباسی خواهیم بود. چند روز اینجا هستید شما؟ در من تا آخرین هفته در خدمت. آخرین هفته؟ بله. بعد کجا میری؟ دیگه برمیگردم پاریس. به یک کنفرانس اومده رفته بودی؟ بله، در اورلاندو. میدونید که همه ساله کنفرانس مسا هست. بله. انجمن مطالعات خاورمیانه وابسته به دانشگاه آریزونای امریکا. بله. حدود 550 تا دانشگاه امریکایی و کانادایی عضو این انجمن. بله. هستند. و صدها استاد دانشگاه و انجمنهای مطالعاتی دیگه. من دعوت شده بودم اونجا به سخنرانی. معمولا 3-4 سالیه که دعوت میشم و خیلی خوب بود، به ویژه این که افرادی که اونجا میان همشون استاد دانشگاه هستن، یک سال درس میدن، بعد 2-3 روزی که میان اونجا برای این میان اونجا که از دسترنج مطالعات و تحقیقات دیگران به اصطلاح بهره ببرند. و افراد زیاد بودن، شخصیت های علمی ایرانی مثل آقای استاد یارشاته جلال متینی و شخصیت های دیگه خود امریکایی که پارسی رو خوب بردن، مثل آقای فربنکس رئیس رادیو آزادی. و برحال 3 روز بودیم در شهر دیسنی، کنفرانس ها اونجا گذشت و خیلی خوب بود. ذکر خیر شما و بر رادیو و تلویزیون هم الان مسئله روز شده. بله، مسئله شده. بعد به ناگاه آقای سروش که عبدالکریم سروش، ایشون آمده بود، در لیست نبود ولی ایشون یهو ظاهر شد در اونجا. بعد آره، و یه صحبتی داشت. منم بس از 20 سال که ایشون رو ندیده بودم، چون ما هنگامی که یادتون باشه در ایران قرار شد بحث بشه، بحث آزاد سیاسی ایدئولوژیک، که این بحث بعداً با آقای مصباح و حزب توده و دکتر بهشتی و اینا انجام شد. در اون هنگام من هم قرار بود رو در رو با آقای سروش ما بحث‌های فلسفی اون موقع رو مناظره بکنیم که ماها در اون مقطع ترک کردیم اون جلسه رو به اصطلاح. و از همون روز من آقای سروش رو ندیده بودم. ترک کردی؟ از جلسه؟ آره، چون در همون موقع سال 59 بود که اینها می‌خواستن بحث‌ها رو اونطور که خودشون می‌خواستن ترسیم بکنن. در اون موقع آقای سروش در انقلاب فرنگی هم نقش مهم داشتین. آقای سروش میدونید که مبتکر انقلاب فرهنگی، مبتکر انقلاب فرهنگی و از پایوران نظام جمهوری اسلامی بود. و الان چی؟ الان هم ایشون به اصطلاح از خط خاتمی حمایت میکنه و پس از این که بهش حمله کردن در چند کنفرانس که گذاشت در ایران و از درس دادن محرومش کردن، به اصطلاح از ایران اومده بیرون و در هاروارد اونجا تدریس میکنه. الان تدریس اونجا نامید شده از تحول در ایران یا نه؟ حقیقت شو بگم، ایشون نه، ایشون معتقده که، چون میدونیم اسلامیون الان، اسلام رو من دیگه از کتابام که چند سال پیش نوشتم این بود که دعوا برای دو اسلام، یعنی اسلامیون الان در داخل ایران به دو شاخه تقسیم شدن، یکی اسلام فقاهتیه، یکی اسلام اجتهادی است. اسلام فقاهتی معتقده که فقیه بر اساس مثل امام، مثل پیغمبر،